ببینید، من از این مالیدنا بلد نیستم بگم سلام دوستداران گرامی همیشگی چنل فلان و نیدم فلان، یا مثلا عشق جاودانه من مثلا میگم سلام باز مچه پیر حالش. ای چه خبر لکس کن، خوش اومدیم به این ویدیو. و تو این ویدیو میخوام که به شما ایکس باکس پلیر و یا پی سی پلیر بدبخت که دنبال بازی انحصاری یا ازت پاره شده ولی هنوز دنبال بازی انحصاری، آقا چرا خب خاک سر بذار الان میخوام به توضیح بدم. ببین میدونم خیلی از شما پی سی پلیرین و یا ایکس باکس دارین و پی سی قوی هم دارین، 90% پوتیتوه ولی خب 10% دیگه کار دارین. تو این ویدیو میخوام به شما یه سری بازی معرفی کنم که میتونید به جای یه سری از بازی های انحصاری بازی کنید که رفته رفته خودتون متوجه میشین منظور من چیه و چی رو دارم میگم. خب بذارید با مورد هفتم و همینطور مثال شروع کنیم. دیگه عمرن یه کسی اسم بازل دست و فازه نشینه باشه، نشنیدی؟ دیگه تو رو باید به عنوان سوسک لای بیشتر از این مغزم کشش نمیده. بازی لست آف آز میدونم خیلی هاتون میدونین که انحصاری پلی‌استیشن 4 و خیلی همون زور زنیم تو پی سی بازش کنیم و همه دفعات. خب الان من چیکار کنم دستتون اینجوری میکنی گوساله؟ برای همین به نظر من بی خیالش بشین. مثل این میمونه که شما وارد مغازه لباس فروشی شدین و یه چیزی رو دیدین توی ویترین، میگن آقا من اینو میخوام، اون یارو میگه گوه اضافه نخور و یه چیز مدل مشابه اون رو داریم اینو ببر. منم الان دارم همون کارو میکنم ولی نه اون شکلی که بهت بگم گوه نخور، من بهت میگم ان نخور، چون من همیشه همیشه متفاوت بودم. خب اولین بازی گفتم لست آف آز هستش که الان پارت تویش هم اومده. میدونم تو هر روز داری با خودت میگه ای کاش میتونستم بازی کنم، ولی خب خیلی هستن واکتروشو گذاشتن. اگه میخوای داستانشو بدونی برو واکتروها رو ببین و بازی مشابهش ریدم بازی مشابه مشابه yes. بازی مشابه اون بازی دیویل ویتین 2 که البته خودم بازی کردم اینو میگم، خیلی چیزا شبیه اون الا داستانش، داستانش هم ولی خب به طور کلی مثل اون نیستش. از چه لحاظ میگم مثل اونه؟ از لحاظ مثلا فرق کردن دست زامبیا، اینجا تو نمیتونی تخم کنی و بریزی وسط زامبیا چون انقدر سگن که یهو میکنن چیزت نگاهت میکنن. و همینطور این که مثل لستافاز باید زامبیا حواسشون رو پرت کنی یا سعی کنی گایمکی بکشش، میتونی سلاحاتو آپگرید کنی، سبک کشتنش خیلی شبیه به لستافاز، تله کشتنش و خیلی چیزهای دیگه شبیه لستافازه، ولی دارم میگم خود اون نمیشه هیچ وقت، ولی خب میتونید تا یه جاهای خودتون رو آروم کنید. مثلا شما که نمیتونید دم به ثانیه چیز پیدا کنید بکنینش نگاه، در نتیجه میرید تو همون با گلنار خودتون رو تمیز میکنید. دیگه اونایی که بعد بفهمن فهمیدن، لازم نیست من بیشتر توضیح بدم. مورد بعدی مارولز اسپایدرمنه، اون بازی که شما خیلیاتون دوست دارین بازی کنین ولی انحصاریه و پی پی شو در آوردن و توی مارولز اونجرز بود چی بودیم بازی اومده توی اینم گفته بودن که اسپایدرمن انحصاریه. من ریدم تو مود نه اینجاشو بعد سانسور کنم اینجوری نمیشه. برای همین دارم میگم خودتون رو پاره پوره نکنید، برید سراغ بتمن، از اون بچه پول دارم از مایه داره پوله مایه نه اون. میتونید به جای مارولز اسپایدرمن اونو بازی کنید که خیلی هم باحاله انصافا، من خودم دیدم با خوش آمد ولی کجا اینترنت ده. شماره نمیدونم چندی هستن، شماره 4 اوکی، شماره 4 آنچارتد 4 جون چه چیزی دارم از شماره 4 آنچارتد 4 آنچارتد 4 من رفتم این نگاهی بهش انداختم. سبک ماجراجویان داره، یه جورایی یه خط داستانی رو دنبال میکنم ولی یه موردی داره که نمیتونیم ویدیو به جای آنچارتد 4 میتونید تام رایدر بازی کنید که اسم کاملش شادو آف تام رایدر هستش و اینو خیلی به هم شبیهن، اما یه فرق بزرگی که من پیدا کردم بین این دوتا این بود که آنچارتد مثل اینکه محیط بازه، یعنی میتونی بگردی هر کیو میخوای انگشت بکنی تو دماغش، اما توی شادو آف تام رایدر این خبر نیست و فقط اونا که تو خط داستانی هنو میتونی بکنیشون نگاه. لعنت به کسی که گفت مؤدب باش. و آره میتونید آنچارتد هم اگه دوست داشتین تا داستانشو بدونین که من اصلا خودم نمیخوام بدونم، میتونید واکتروشو ببینید، یا اگه فقط میخواید تجربهش کنید بدون قابلیت محیط باز میتونید اونو توی شادو آف تام رایدر تماشا نه بازی بکنید. شماره 4 آنتیل داون نه داونس آنت نکنین یونتیله یونتی اینجور نمیشه.
Until Dawn. همینی که این گفت. این یه بازی ترسناک سبک استوری موده که توی این بازی یه کاراکتر ندارین شما، یعنی یه گروهین و با انتخابایی که شما برای هر کاراکتر میکنین داستان تغییر پیدا میکنه و ممکنه آخر بازی همه زنده بمونن یا همه بمیرن، دست شماست. و بازی ترسناک مسئله این ترسناک که اونجوری که من نقد برسش دیدم از اونجوری هم ترسناک نیست، مالی نی با آتلاس نمیرسه، چیزت آتلاس هم نمیتونه بخوره، انگوش کوچیکشو. ولی خب بد چیزی هم نیست، ولی خب خیلی تو اثرات این بازیان. به اونایی که تو اثرات این بازیان باید بگم که میتونید بجاش The Dark Pictures Man of Medan Medan The Dark Pictures Man of Medan، همونی که این گفت ولش کن، میتونید این بازی رو بازی کنید. یا بازی که من خودم تمامش کردم اینه که الان گفتم خیلی شبیه به اونه ولی خود اون نمیشه اینجور که شنیدم. و یه مورد دیگه، والکینگ دد هم توی این مورد هست ولی خب ترسناک نیست و زامبیه. تو والکینگ دد یه خط داستانی رو میپیماییم ولی باز تا حدودی شبیه اینه، خود این نمیشه ولی شبیه اینه. ببینید با این بازی که دارم میگم قشنگ سرگرم میشه، اصلا یادتون میره این بازی چی بودن، اصلا مهم نیست این همون تجربه کنید، آخر دارم سرتون رو گرم میکنم. بعد من چرا اینقدر با شما رو راستم دارم موضوعتون میگم، فاک. شماره بعدی نمیدونم تو ادیت شمارهشو میذارم ریدم. هورایزن زیرو داون، یه لحظه واسه ببینم. من ریدم تو کسی که این اطلاعاتو نوشته. کارگردان بابا این اومده کرکشم کردم بابا. خب این مورد کنسل بریم سراغ مورد بعدی. گاست آف سوشیما، از این سوشی هایی که میکنه. نه واسه سوشی که ماهی بود. گاست آف سوشیما رو خیلیاتون میدونم دیدین و خیلی خفن میبینش، اینجوری چقدر جالبه. اما اینم در نظر بگیرید که میتونید به جای گاست آف سوشیما دو تا بازی من اینجا دارم، یکیش من اینجور میخونم نیو دو، یه بار دیگه نیو جان ماشین بفرستم. اونجور نگاه نکن تو رو خدا، از این انیمه ها دیز نگاه به خدا بازیش خبر. به اسمش نگاه نکنی که نیو هستش، در واقع به خود بازی نگاه کنید که چیز خفنیه. ولی من کلا از این سبک خوشم نمیاد، برای همین اصلا نصبش نمی کنم. و مورد دومش سکیرو شادوز دای توایس هست. ای کاش قبل ویدیو یه دور میرفتم و همین رو میخوندم مثل بچه آدم ویدیو میرفتم. شادوز دای توایس، درست گفتم دیگه، تمام. این دوتا بازی این خیلی شبیه به گاست آف سوشیمان، این همون سامورایی هم، فقط یک کوچولوی فرق میکنن ولی به هر حال حس خوبی بهتون میدن. یعنی شما که حس اون جنگندگی رو دارین، من چرا دارم گارد میگیرم، همونو میتونید توی این بازی ها پیدا کنید. البته نیو ها نمیدونم ولی توی سکیرو که خودم بازی کردم واقعا باحاله. حتی ویچر هم جالبه ها، ولی خب نمیدونم به این رب داره یا نه، نه خیلی ولی خب جالبه. ویچر هم یادتون نره، ویچر هست خیلی چیز اوکیه، حال گره. شماره یک، بهترین بازی رو نگه داشتم نفر آخر، گاد آف وار 4. پنجش هم داریم. شما میتونید به جای بازی گاد آف وار 4 بازی یه توپ دارم گلگلیه بازی کنید. والا بابا فکر کنم واسه گاد آف وار چیزی دارم به تو بدم، شاهکار هنری اونجا نشسته. میخوای به جاش چی بازی کنی؟ بیا برو با پشمان بازی کن. بیا والا به خدا فکر کردین جای گاد آف وار جایگزین وجود داره؟ نه عجیب، برو تو کوچه، کوچه هم بمبسته. ولی آره، پس یه دور دیگه از بالا به پایین میایم. به جای لست آف آز میتونین The Evil Within رو بازی کنید، حتی دوش رو، یکش رو دقیق یادم نیست چجور ولی دوش واقعا حس خوب میگه آدم دست میده. به جای مارولز اسپایدرمن میتونید بازی بتمن آرکام نایت رو بازی کنید، یا اون یکیش بتمن که نمیدونم اصلا چند تا اومده، خودتون میدونید کدوم رو بازی کنید. به جای آنچارتد میتونید شاد آف تام رایدر رو بازی کنید، و به جای آنتیل داون میتونید همونی که اونا گفتن میتونید The Walking Dead رو بازی کنید، و یا The Dark Pictures Man of Maiden. با من ریدم تو این اسمو داشتیتون. به جای گاست آف سوشیما میتونید بازی نیو کنید و همینطور بازی سکیرو رو، و به جای گاد آف وار هم هیچی نمیتونید بازی کنین. و از من میشنوید خیلی نشستون به بازی انحصاری، بازی انحصاری برای این شیرین به نظر میان که دستتون بهش نمیرسه. همین اساسین اسکرید وال حالا که جدید اومده، همین اگه انحصاری کنن خیلیاتون میافتید دنبالش، میرید خودش پی اس 5 میخرید. بابا جمع کنین دیگه، یه ذره درک و شعور داشته باشین. البته از اونجایی که من فکرشو میکنم حالا کنسول بازی کردم تو ایران واقعا چیز تره،
مثلا خیلی بصرفه تره. من کارت گرافیک سیستما بفروشم میتونم یه PS4 پرو بخرم، ولی خب این کارو نمیکنم چون شما رو دارم و شما به خاطر این کار لطفاً ویدیو رو لایک کنین. نمیشه من ببینم لایک های ویدیوم زیر 10 تاست، خیلی زشت شد انصافاً. و حالا اگه خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، و اگه خواستید قسمت بعدی رو درست کنم و بازی های دیگر رو بگم حتما توی کامنت ها بگید که قسمت بعدی رو بذار. و کنار همونم اگه بازی خواستید که به جاش بیارم قشنگ توضیح بدم و اینا، خودتون بگید توی کامنت ها. و در هر صورت کامنت بذارید که تعداد کامنت ها بره بالا، من باید چیز بشم، ویدیوم قشنگ چیز بشه، ویو زیاد بگیره دیگه، میدونی دیگه دارم چی میگم. در هر صورت اگه تا الان چنل رو ساب نکردی یه سر به چنل بزن، خوشت اومد حتما ساب کن، خوشت نیومد دیسلایک کن، طبیعیه موضوع. و به هر حال لکس گنگ دوستتون دارم، خیلی پایه که تا الان موندین و دارین حال میکنین دارم. و تا ویدیو بعدی سیه.